حافظه همه جهان، نه یک کتاب و ربط مسائل یک کتاب، اما نه، می‌خواهیم تنها به یک کلمه اکتفا کنیم. اما آیا خود کلمه که به زعمی واسطه خالق و مخلوق است، نه، تنها نقشی از کلمه ها، خط، صورتی از تمام معانی، از آغاز تا انجام. این حکایتی است که آغاز آن بسیار مغشوش و انجام آن بسیار نامعلوم است. میگویند که هندوان در آغاز هر کتابی می نویسند: درود بر آن کسی باد که خط را اختراع کرد. اما ما نمیدانیم چه کسی خط را اختراع کرد، چه کسی آن را کامل کرد و چه کسی آن را گسترش داد. اما آنچه که مسلم است، اختراع خط کار یک نفر نیست، کار ملت هاست و کار فرهنگ هاست. سیر تکاملی خط را باید از خطوط تصویری آغاز کرد، هیروگلیف و مشتقات آن، هیراتیک و دیماتیک که در مصر بود، سپس خط میخی که در ایران کامل شد و به صورت خط حرفی درآمد. این کامل ترین خط زمان خود است و پیشرفته ترین، و همزمان با خط میخی خطوطی چون فریقی، آرامی، عبری، یونانی، پالمیری، سوریانی، نباتی و کوفی. زمانی تصور میشد خط فنیقی خط مادر است، یعنی که تمام خطهای موجود از فنیقی سرچشمه گرفته. اما اکنون عقیده بر این است که همه خطوط یک اصل مشترک داشتند، ولی این اصل و ریشه کدام است کسی به یقین نمیداند. و هم میدانیم که خط اوستایی که به روایت پارسیان زرتشت آورده است و دین دبیره نامیده می شده، کامل ترین خط حرفی است که تاکنون در جهان به وجود آمده است. و خط پهلوی که با خط اوستایی هم ریشه است و در دوره شاهنشاهی اشکانی و ساسانی رایج ترین خط ایران بود که تا قرن پنجم هجری در نواحی شمالی ایران ادامه داشته است. دیگر چه می‌دانیم؟ هیچ. مقداری فرضیه‌های مشکوک که هنوز عرض نشده رد می‌شوند. اما آنچه هیچ شکی بر نمی‌دارد جریان سیال زندگی است، و همان که هیچ شکی بر نمی‌دارد زیبایی مجرد و شکننده خطهای فارسی است. در ایران بعد از اسلام نام خدا و آیه های خدا به خط کوفی نوشته شد و تا قرن سوم هجری رایج ترین خط بود. کتیبه های مساجد، زیارتگاه ها، مقبره ها و کتاب ها به خط کوفی نوشته می شد. خط کوفی صلابت و خشونت دورانهای اولیه اسلامی را در خود حفظ کرده است. و بعد خط سورس و نسخ بر جای کوفی نشست. اختراع خط محصول تکامل جامعه است، لکن از این پس افراد هستند که انواع خطر را استخراج می کنند و عرضه می کنند. اول شخص از اینان محمد ابن علی فارسی معروف به ابن مقله است. ابن مقله اول خط محقق را ساخت و سپس خط ریحان و از ریحان به خط سوئس رسید. ابن مقله چندین بار به وزارت رسید، اما در زمان الرازی بالله خلیفه عباسی یک بار دست راستش را بریدند، با دست چپ به نوشتن پرداخت و گویند که از اول بهتر می‌نوشت. بعدها با همون دست بریده نیز خط نوشت. سرانجام به دسیسه اطرافیان خلیفه در زندانش انداختند، زبانش را بریدند و کشتندش. پس از ابن مقله کسی که در خط دگرگونی ایجاد کرد میر علی تبریزی بود. میر علی اصول خط نستعلیق را وضع کرد و حروف آن را تحت قاعده درآورد. میبینیم هرچه زمان پیشتر میرود خط نیز زاویه های نرمتر میگیرد و تراش یافته تر میشود. پس از آن خط شکسته تر و شخصی تر می شود. مرتضی قلی خان شاملو یا و نون را کشیده کرد و الف و لام را متصل کرد و دال را حلقه کرد و این در دوران صفویه است و مرتضی قلی خان خود حاکم بود. شاید هیچ ملتی در خط این همه تفنن به کار نبرده است و در این خط حرف با حرف دیگر. رابطه خط با صفحه، رابطه سیاهی با سپیدی و سرانجام رابطه خطوط با هم. آقا این خط رو میتونیم بخونیم؟ خط علاوه بر آن که خود وسیله ثبت بیان است، به خودی خود تزیین هم محسوب می شود و با انواع تزیین دیگر همراهی می کند. گاه خط خود تزیین اصلی است و گاه به تزیین های دیگر مفهوم می دهد و این بیشتر در معماری است. در کتیبه های مسجد جامع اصفهان تقسیم فضا در تقاطع با حروف پر می شود و گاه تقسیم ها درست برای جدا کردن کتیبه ها هستند و یا برعکس، کتیبه به تقسیم سطح ها معنی می دهد. این رابطه ها هرچه در تاریخ ایران پیشتر بیاییم فشرده تر می شود تا آنجا که خط بهترین وسیله تزیین می گردد. اکنون اگر این حافظی تزیین یافته را بجوییم معدودی کسان از خوشنویسان را می شناسیم، تنها عده کمی از آنان که در پای نوشته های خود امضا گذاردند. میر علی تبریزی، میر علی هروی، جعفر بایسنقری، بایسنقر میرزا، علاءالدین تبریزی، سلطان علی مشهدی، شاه محمود نیشابوری، میر عماد، علیرضا عباسی، مرتضی قلی خان شاملو، میرزا احمد نیریزی، درویش، وصال شیرازی، میرزا محمد حسین خوشنویس باشی، عمادالکتاب و بسیاری دیگر که ما از آنها کمتر می‌دانیم و یا اغلب نوشته ها به اسم آنان منسوب است یا آنکه زمان نام آنها را حذف کرده است و یا آنچنان به کار سرگرم و دلبسته بودند که کمتر به امضاء کار خود می‌رسیدند و یا از فرط فرودند. در مثل از یاقوت مستعصمی میگوییم، خوشنویس دربار مستعصم بالله آخرین خلیفه عباسی، هنگامی که هلاکو بغداد را به خاک و خون کشید، یاقوت در بیرون بغداد به مناره مسجد ویرانی پناه برد. قلم داشت و مرکب و کاغذ نداشت. دستار خود بگشاد و به منار بست و بنای نوشتن گذارد. یک کاف کوفی نوشت. شاگردی سر رسید و گفت: ای استاد، چه آسوده‌ای که خون مردم بیگناه چون سیلی از فراز به نشیب است. در تمام بغداد یک عمارت و خانه آباد نمانده است. گفت: ای یار عزیز، خاموش باش. کافی نوشتم که قیمتش برابری می کند با روی زمین، چه رسد به بغداد. این چنین خط دور از هر فراز و نشیبی در برج عاج به زیبایی نشسته است و به دست استادانی که یک کاف کوفی را به جهانی نمیدهند.